سلام علیکم پدران، مادران، برادران، خواهران، دوستان، عزیزان، محبوسان، مظلومان، مهاجرین، مبارزه وطن و شام شما بخیر بود. نفرهایی که اینجا حضور دارین، نفرهایی که به قلبای پاکی صمیمی بحری آبادی مردم و وطن من وقتی خودتون صرف میکنین و دیگر نفرانی هم که اگر اینجا بین ما و شما حضور دارن به خاطر غرض بالای مردمی مبارز و یا میخوان صدی راه مبارزه و مبارزان باشند، فعالیت میکنن، الله شما را نیز هدایت کنن. با امیدی هستیم که چشم بینا دارین و روز سیاه رای سفید فرق میکنین، چون که در تاریخ کم نبودن نفرایی که در خدمت ظالمین خیلی صادق بودن و از دست خود ظالما هم بالاخره نابود شدن، و تعداد دیگری بود که به مرور زمان رو به مظلومین و مبارزین آورد و خدمت های شایسته هم کردن برای مردمشون، برای وطنشون. امیدوارم شما نیز روز درد مردم را درک میکنین، در حالتی که جامعه جهانی درد مردم وطنی ما را درک کرده باشد، پس شما که فرزندای همی سرزمین هستین، حال مردم وطنی ما به همگان البته معلوم است. معلوم است که روز تا روز حال مردم بدتر میشود و بهتر نه، زیر سیاست رژیم امروزه، و بازم از این بدتر می شود. شدنش امکان داره اگر که ما به ناموسی را اختیار کنیم، به ناموسی بی اهمیتی، به ناموسی پروانه کردن نسبت دین و مردم و وطن، به ناموسی خدمت کردن به ظالم و شریک بودن در ظلم بالای مردم. البته این مشکلات هایی که امروز داریم دائمی نیست، برطرف می شود انشاءالله. در استواری شما مردمی مبارز ای ظالمین حتما از بین می روند و مردم وطن انشاءالله که سربلند می گردند، چون که چیز دائمی نیست در این دنیا و این ظلم بالای سر مردمی تاجیکستان هم نمی تواند که دائمی باشد. هر یک چیز آغاز انجامی خچه داره، چی عمر باشد، چی روز باشد، شب باشد، ماه باشد، سال باشد، هر یک ماه و سال هم آغاز انجامی خچه داره. همی است که امروز ما هم در یک جایگی در انجام سال قرار داریم، از روی سال شماری میلادی، البته سال شماری که تقریبا کل جهان از روی همین تقویم تاریخ نویسی میکنن، چه روزی تولید باشه یا فوت باشه و نشست برنامه و بخری و دیگر چیزا. سال 2016 هم که به پایان رسید واقعا یک سال مقاومت بود. البته که در سال 2016 هم ظلم کم نبود بالای سر مردم. میدونیم که تعداد زیادی مردم وطن را ترک کردند، تعداد دیگر زندانی شدند، ضربه ها هم بود، یعنی از جانب رژیم ضربه ها هم زده شد بالای سر مردم، ضربه های سخت بود. لیکن با وجود هم قدم های استوار نیز مشاهده میشید از جانب مبارزان. اگر ما مقایسه کنیم با سالهای پیشتر، یعنی که رژیم امروزه چگونه فعالیت میکرد و یا که چخل هر جا که سفر میکردن چگونه سخنرانی ها میکردن، سفراشون چخل راحت میگذشت و از آن جمله هر یک سازمان، یگان جبهه و حرکت هر کسی که یا که افراد مقاومت میکرد زیدی رژیم امروزه، ما البته میدانیم که چگونه اونا را سرکوب میکردن یا که به مردم چگونه به آسانی میتونستن که یک افسانه بخونن نسبت نفرایی که میخواستن یک اصلاحات وارد کنن یا که با سیاست رژیم امروزه موافق نبودن. اینو البته یاد دارین و اگر که دور نره فقط 2 سال پیش هم نگاه کنیم، از سال 2014 و 2015 2 سال قبل هم نگاه کنیم که 2014 یک حرکت شدید شروع شد ضد رژیم امروزه، البته خیلی تکان دهنده بود، لیکن در آخر 2014 فشار سر شد، یعنی و شکار دیگر سو بالای مبارزان شروع شد و همین بود که ابتدای 2015 را ما از روزهای سخت شروع کردیم. ابتدای 2015 یعنی که سال گذشته ای که بود، ما از روزهای وزمین شروع کردیم. خاطر رسان میکنیم که یک چندین نفر از خدی در اومدن سال 2015 زندانی بودیم، از آن جمله بنده همراه حاجی عمر و دیگر برادرایی که بود، و بعد از او یاد دارین که برادر مقصود طرف تاجیکستان برده شد. بعد از این حادثه برادرای دیگر دستگیر شدند و بالاخر وقتی که ما ماه فوریه آزاد شدیم، در ماه مارس باز یکی از ضربهای سختترین به حرکت امروزه زده شد از جانب رژیم، این از بین بردن اساسگذار حرکت 24
برادری ما شد روان حاجی عمر بودند و پسان برادر دیگر من یکی از مبارزای بهترین برادر احسان بودن که ناپدید شدن و متاسفانه تا امروز هم هیچ خبری نیست تازه از برادر متاسفانه. خلاص در سال 2015 میدونه که باز برنامه هایی که رژیم امروزه داشت در داخل تاجیکستان عملی کرد، هرچند که زیاد ما پیشگویی کرده بودیم، یعنی اخبارو داشتیم در سبت هست که ما زیاد خواستیم سر راه همه خون ریزی که در وطن ما گذشت سر راه همه را بگیریم، لیکن متاسفانه صدای ما به گوشای کر بگیم اگر خطا هم نمیکنیم، هرچند که گفتیم مردم نمیدانم از چی حساب باشه یا که نفرایی که مردم به اونا اعتماد میکنن نمیدانم از کدام حساب باشه که نه اونقدر یا که جدی اهمیت ندادن نمیدانم. خب بالاخره هم بود که سال 2015 هم میدونه که در ماه سپتامبر یک حادثه خونین دیگه با یک اوراق زخمی یک اوراق خونین در تاریخ وطن ما با ثبت شد و این هم بود که زیاد نفرا کنج زندان با جا گرفتن، زیاد نفرا در زندان ها به قتل رساندن و شروع شد از این مردم ما زیادتر رو به هجرت آوردن و که تا امروز دوران هجرت میکنن. یعنی که در 2015 رژیم امروزه ضربه های زیاد زد و در آخر 2015 ما یک جلسه گذرانده بودیم خب تا که به بی سر سامانی ها و بعضا خطایی که در خدمت داشتیم به اونو نقطه بگذاریم تا که از سال 2016 به برنامه های نو و قدم های تازه حرکت کنیم و ینور 2016 ما از سال نو از آغاز 2016 سالی که امروز به انجام میرسه به پایان میرسه در او تغییرات کادری شد البته یاد دارن و ما به تنظیم و به برنامه های سالم به برنامه های نو حرکت خدمتنواز هم شروع کردیم. چرا که ذکر کردیم و نکه پیشروی مبارزان از خیلی خوب بود، اگر که سالهای پیشتر رژیم امروزه هر یک برنامه را که یا که هر یک قانونی را که میتونست به آسانی جا بوده در سر قانونی خودش یا که در هر جایی که مناسب میدونه با یک حتی یاد دارن که زمین های مورا که فروخته بودن چخل به آسانی تونستن که ای را بفروشن، لیکن در سال 2016 این چیزا به اونا به آسانی میسر نشید. در هر یک برنامه هر یک مردم فریبی که میخواستن بکنن در اون مردم مبارز قیام کردن صدا بلند کردن و به هر جای لازمی که بود که در گفتن تا چهره رحمان و بازم آشکار کنن. شما البته یاد دارین که در برنامه‌ای که رفرندوم گذرانده شده بود سال همین سال 2016 ماه می و سه ماه دوام کرد که یاد نداره یگان تاریخ تاجیکستان یاد نداره که یگان برنامه‌ای از جانب رژیم مانده باشه و دوام سه ماه شب روز مردم مبارزین یعنی زیدیتی کنن. شما البته اوضاع را خوب یاد دارین که برادرای مبارز و مردم چقدر قیام کردن، چقدر نوار خوب را آمد، چقدر به اصول خودشان نشان دادن که چگونه رد میکنن رفرندوم. البته این رفرندوم هم یک مکری کلام بود و الله برادر ما را جزای خیر بده، یک برادر حقوق شناسی که داشتیم در اینجا هر یک نقطه و تغییر و ایلاوه ها را به مردم شرح داد، رسوند، فهموند و نسبت این رفرندوم هم در یک چند دولت ها تظاهرات ها گذرانده شد و در خود استقلالیتی که داریم که در رو بود که ایران به مردم به گوش مردم اینگونه خواندن که خود استقلالیت هم رب دادن به رحمانوف و میدانیم که در این هم مردم مبارز خاموشی را اختیار نکردن یا که چی در خود بنام وحدتی که ما داریم در خود اونم در تمام سازمان ها و تمام دولت هایی که بدن در اون صلحی که ما داشتیم بنام صلحی که داشتیم در تمام اونا را گفتن و به اونا گفتن که مردم تاجیکستان لخته که نبود که شما بازی کرده پرتوین، شما باید این روز توجه کنین چون که شما کفیل بدین، شما کفالت دادین، پس شما باید که توجه کنین بنجا. البته ما میدونیم که امروز در دنیا در جامعه جهانی چی با از نظر سازمان ها و دولت های ابرقدرت که هست دیگر مشکلات های هست در بین در بعضی دولت های دیگر که اونا بزرگتر میتوان اگر نظر به ما قیاس کنن. متاسفانه به می خاطر گرچنده که باید توجه بود ناشاید که کفایت نباشه.
چندی قانونای دیگرم که برآورد رژیم امروزه تا مردم از مبارزا و از مبارزین دور بسازه، به مانند بعضن نفرو را قربان سیاست خودشان کردن، یک نفری را بردن زندانی کردن، یک جوانی را که برای زلو گوش کردن، یک نفری که گویا که در وایبر به کسی چیزی نوشته باشد، دیگری واتساپ، یعنی هر یک برنامه را با شما شناس کردن که ما همین برنامه را زیر کنترل گرفتیم و این نفرایی که شما میبینید 9 سال 10 سال یا دیگر سال قطعی روانه شدن کنج زندان. چرا که پیشتر برادر اینجا صحبت داشتن، برادر عظیمی، و در این مسئله شما را خوب شرح دادن که یعنی که امروز سیویاز یک خیلی رول مهم بازی میکنه، سیستم علاقه رول مهم بازی میکنه و همی است که ایران در نزد در دست یک نزدیکترین خودش داشت تا در کنترل باشند. و چقدر که کوشش کرد، چقدر که قانون ها برآورد برای خودش دخل نپذیر ساختن و یا که برای مردم از مبارزه و مبارزین دور ساختن، نه که به این موفق نشید و هر یک برنامه هایی که میخواستن بالای مبارزان باشن، البته که اولا رحمت الله هست، بعد از اونی که دوستا و مبارزایی که ما در داخل هر یک وزارت ها و سیستم امروزه تاجیکستان داریم که اما خبردار میکردن و پیشگیری میکردیم بعضا برنامه هایی که رژیم امروزه داشت و با موفق نشیدن، و علا را شکر که امروزه از جهت این ساله از جهت یعنی جسمانی و دیگر چیزا علا را شکر که یکان ضرر رسانده نتونستن و یکان مبارزی ما. این هم بازم تکرار میکنم که اولا رحمت الله و بعد کمک دوستان و بازم خود مردم مبارز که علاقه 2 سال قریب 3 سال میشه که در میدان مبارزه هستند، انشالله که فکر نظرشون، گفتارشون، رفتار کردشون فرق میکنه از سالهای پیشتر. و اونی هم که صدی راه مردم را گرفتن نتونستن، با این قدر قانونای برآوردهشون، با این قدر که خواستن مردم زیر ترس بقپن، مردم از مبارزان و مبارزه دور بسازن، با اینم موفق نشیدم. اینم با دلالت از اون میکنه که مردم ما تا حال نشکسته است، یعنی مردم ما تا حاضر ناموز شداره و مردم ما میتونه که آزادی را به دست بیاره. برای حرکت ما این سال سالی بعد نبود، پیشروی ها زیاد بدن. ما اگر پیشتر نظر کنیم به خود حرکت امروزمون، باید اقرار بشیم که ما نه آینامه داشتیم، نه برنامه داشتیم، نه تنظیمی درست داشتیم. و ایران باید که فهمید که چرا که گفتیم مردم ما پیشتر زیادتر همه فکر نظرشون طرفی همون نفرای روشن فکر یا که نفرای که گفتن که اونا مسئولیت شناسن، بگذار این کار اونا است، ما با اینا دخالت نکنیم. و بالاخر از سال 2014 دیدن که حرکت امروزه که شروع شد، این راه یگونش همین بود که به مثل که یک دروازه را مکشایی و صدا میکنه که هر کسی که میخواد داخل بشه، یعنی که در او حالت نمیشید که یعنی نظام یک چیزا باشه. و از این سال 2016 از اول سال علاوه شکر ما هم با آیین‌نامه، برنامه، تنظیمی درست حل کردیم و رسانه خودمون هم داریم و کمانده ها هم تشکیل کردیم و هر یک کمانده در شاخه های مبارزه حرکت بکنن. بازم میگم که نسبت ضربه ها به این ساختاری که ساختیم و نسبت ضربه هایی که به رژیم خودکمه زیاد که زدیم در این سال، نه که نمیشه که همه ای را عالی بگیم، چون که ما باید مکسیمالیست باشیم و علی را شکر به اون چیزی که امروز داریم، چون که ما یک چند سال پیش این چیز را نداشتیم، نه که به هر حال این پیروزی نیست و سرنگون کردن رژیم امروز هم برای ما پیروزی نیست. پیروزی همون وقتی است که در داخل وطن ما اول رژیم سرنگون کنیم ظالمینه و مردمی خودمون به وطنمون بگردانیم و مرور زمان از روی برنامه ها و به سر بلند در وطن خودمون زندگی کنیم و قدر قیمت داشته باشیم پیش از همه در داخل وطن. و انشاءالله که جامعه جهانی هر یک فرد، هر یک شهروندی وطنی ما را قبول میکنه و عزت و حرمت میکنن. خب من بازم مینداری خدمت بیان میکنم به همه مبارزان، همه نفران اعضای حرکت و همه نفرایی که مبارز هستند امروز ضد رژیم امروزه حرکت میکنند، نه وابسته از کدام حزب و سازمان و گروه و دیگر سو بودنشان. هر یک حزب سازمانی که است در عقل رسا، با دل پاک، با قلب صمیمی حرکت میکنه برای مردم و وطن و در روی خودش استواره، مینداری بیان میکنم. و
و همه نفرایی که طرف دارن، اگر که اعضام نباشن طرف دارن، در این رو کمک میکنن، حرکت میکنن و همه نفرایی که در اینجا وقتی خودتون رو صرف میکنین ما همراه، واقعا هم یک پرتلی هست که امروز بدون مبالغه ما میتونیم بگیم که یک جای هست که مردم دیگر جای نداره به مثل اینجا، یک جایی که آزاد حرف یخته بگو، یا که یک جایی که مردم به آسانی یک دیگر در اینجا پیدا بکنن و هر یک مشکلاتی که داشته باش و یا که اخبارات هایی که هست به یک دیگر برسونن. واقعا هم که یک پرتل آزاد هست و تشکر به همه شما نفرایی که اینجا وقت خودتون صرف میکنین. ما اگر فقط سال 2000 هر یک سال اگر من نکنیم خیلی همین سال 2016 با چی خاطر میگم که در فکرم است، البته هر یک انسان باید برنامه داشته باشه. بنده فقط روزای جمعه که صحبت میکنم، در اول سال وقتی که ما برنامه سالانه را پیش ماندگی بدیم، یعنی حساب در یادم هست که یک سال 53 تا روزی جمعه داره و بنده که روزای جمعه با شما صحبت میکنم و انشالله که هر روز جمعه که بد ما همه وقت حضور بدیم در صحبت، برنامه داشتیم و برای برنامه ها پیدا کردن هر یک کوشش کردیم که هر یک سخنایی که بکنیم، هر یک سخن و حرفایی که بزنیم به اساس نباشن، هر یک چیزی که باشن فکت اسناد داشته باشن، یعنی که به شما برسونیم. و انشالله امیدوارم که شما از این صحبت ها چیزی از خود کردین، چونکه ای سببی زحمت هایی که میکشیم، صحبت هایی که میکریم، نه فقط به خاطر وقت صرف کردن، یعنی که او به خاطر این است که ما مردمون باید بفهمونیم که تو سفید است یا فرق کنن و مردم قدم به قدم به زمینه مبارزه، یعنی به زمینه انقلاب تیار کنیم. انشالله امیدوارم که ای را قدر میکنین، قبول میکنین و وقتی ما و شما یعنی بهوده صرف نشیده. و در 53 جمعه که داشتیم ما با همگر صحبت کردیم و غیر از این با صحبت های ایلوهگی داشتیم و ثبت های همه اینا هم شما میتونین که از رسانه ها پیدا کنین و غیر از بنده البته که دیگر برادر هستند، مسئول هستن که ساعت های 8 به وقت مسکو صحبت میکنن و دیگر اعضانی هستن که اعضای حرکت که ساعت 8 وقت مسکو با شما صحبت ها میکنن و در دوام روز دیگر برادرایی که در همین شاخه مبارزه مسئول هستند، یعنی که در همین پرتل با اونا صحبت میکنن و تشکر و مینداری خنا بیان میکنن به همه برادرایی که وقت خودشون صرف میکنن. یک واقعا یک حرکتی که بدون مبلغ، کسی از این حرکتش مبلغ نمیگیره، یگان مبارزی نیست که مبلغ بگیره. اگر مبلغی که صرف شوه فقط در امو راه و سفر، یا که یکم چیزی که حتی در این راه که درآمدی، یک چیزی که روش کنیم که در این راه که درآمدی با مبلغ صرف میکنی، نه اینکه کسی ترا مبلغ داده. همین است. انشالله که امیدوارم که ما و شما دوام سال هر برنامه که گذراندیم و هر صحبت که کردیم برای خیریت مردم و وطن دین ما باشه و اگر اشتباه بود یا کمبودی های بود از طرف ما در سخنرانی، در برنامه، در حرکت، در گفتار، هر چیزی که بود عذر ما را قبول کنین و کوشش و تلاش میکنیم که قدم به قدم ما نیز اصلاح بشیم، به برنامه سالم حرکت کنیم و امیدوارم که در سال آینده حرکت ما بازم قوی تر گشته همراه مردم مبارزه را بر ضد ظالمین ادامه میتیم. حرکت ما حرکت مردمی است، حرکت ما هم نامش از نام حادثه های 24 ایولی بدخشان است، به خاطر مردم، به خاطر شهیدان نام گرفته است و همه وقت مردمی میمونه و همه وقت ما هر یک نفری که میخواه که اعزاب شود در حرکت ما، البته ما به نظر میگیریم، صحبت میکنیم و فکر نکنیم بعضا صداها میان، بعضا خبرها میان که نسبت ما میان که ما زیاد سخت گیری میکنیم، یعنی که بعضا نفرهای دیگر که میپرسن میگن ما تیار نیستیم که مثل اونا آشکار حرکت بکنیم. البته که حرکت ما هیچ وقت مجبور نمیسوزد کسی را که تو باید که امروز چهرت آشکار کنیم. ما هر یک برادر، هر یک هموطن، مادر، خواهر که به ما در تماس میبرویند و میخواهند که شامل حرکت ما بشوند، ما پیش از همه که چیزی از اونا پرسون میکنیم، میپرسیم که چی امکانیت دارند در حرکت و مطابق همون امکانیت های اون شخص ما او را در یکم شاخه مبارزه مستقیم میکنیم و در یک جایگی حرکت ما میبریم. تشکر به دقتتون. این سال هم آغاز داشته و به انجام رسید. همین خیلی ظلم و ناعدالتی بالای سر مردم ما که آغاز یافت و روزی هم انشالله که به انجام میرسه. ناامید نباشین، با امید پیروزی موفق سربلند باشین.